در این مورد با مهمانم بیشتر گفتگو میکنم، ولی فروزان آگاه روابط بین الملل که از کانادا روی خط اسکایپ با ماست. فروزان صاحب سلام، خوش آمدید به برنامه. هر چند بار کار آمدن امارات اسلامی باورها بر این بود که حداقل روابط افغانستان و پاکستان بهبود پیدا میکنه، ولی دیده میشه که پاکستان در 3 سال گذشته پیهم ابراز نگرانی میکنه که از خاک افغانستان تهدید میشه. واقعا پاکستان از جان افغانستان چی میخواد؟ سلام به شما آقای سخیزاده، خوشحال هستم که شما را میبینم. اعتراض که پاکستان در مجموع در افغانستان یگانه کشوری است که دیدگاه تهاجمی، دیدگاهی که میخواد پاکستان افغانستان یک کشور باشه که به حساب انگلیسی وسل استیت یا مو یک حکومت خاص خودش تحت تاثیر خودش در اینجا که تصمیم های افغانستان از طریق پاکستان گرفته شود. این مسئله در دوران جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی بسیار در پاکستانی ها بسیار نهادی نشد، چون در وقت تمام تصمیم های افغانستان از طریق پاکستان گرفته می شد. اسلحه‌ای که به مجاهدین داده می شد، مواد که داده می شد، غذا داده می شد یا پولی که داده می شد، تمامش پاکستانی ها پروژه ها را می دادن، احکام می دادن. من خودم شاهد صحنه هستم که در امی مایپر در سروبی، در بند سروبی، یک گروپ از مجاهدین برای حمله می رفت. من در پشاور بودم و برای ما امو قماندانی که در اوجا بود وقت می آیس های مقامات می گفتن مجاهدین، ما رفتیم بند سروبی را زدیم، روسا را تقریبا یکان 40-50 نفر روسا کشتیم که آمدیم پس. اصلا گفته که این پاکستانی همی مقامات گفته که نه، شما باید این یک فیوز زمینس از داخل توربین بند سروبی عکسش فوتوکاپیش بوده که از جیب کشید. ما رو نه اینی رو بزنین که این وقتی که شما بزنین بازی بند تخریب میشه و دیگه دولت افغانستان که تی جرمنی قرارداد نداره این بیخی بیکاره میشه این بند. من روسا رو چی کنم که شما میکشین؟ من اینمی بند نمیخواستم غیر فعال بسازم. یعنی تا به اینقدر جزیات برای امی مجاهدین احکام داده میشد. در توافقات ژنوا خود آقای ربانی، آقای گلبدین حکمتیار، آقای مولای خالص و نمیدانم دیگه تمام رهبرهای افغانه پاکستان نماینده خود تعیین کردن، رفتن با امریکا، وارد امریکا و روسیه پاکستان و نمایندگی افغانستان در اونجا امضا کرد توافقات ژنوا. خود همی آقای ربانی و گلبدین و سیاف اینا همگیشان اعلان کردن رسما که ما نماینده خود پاکستان تعیین میکنیم. دیگه پاکستان این مرکزیت از اون وقت حاصل کرده و تصمیم های افغانستان باید در پاکستان گرفته شود. ما و شما در توافقات دوه تا به آخر دیدیم که هر بار آقای زلمه خلیلزاد حتما در پاکستان میره. بعضی وقتا تو میشد که حتی افغانستان نمیومد، تنها میره دوه و باز در پاکستان. و اینمی دیدگاهی که افغانستان در هیچ جای دیگه وجود نداره. آمریکایی آمدن به خاطر منافع استراتژیک خود آمدن پس رفتن، روسا آمدن به خاطر منافع استراتژیک خود آمدن رفتن، انگلیس ها آمدن رفتن، ایرانی ها ایتر یک دیدگاه ندارن. ایرانی ها بعضی خطرهایی که از افغانستان متوجهشان است بعضی منافع دارن که هر کشور داره، هر کشور همسایه با یک کشور دیگه. ما در کانادا و امریکا هستیم، سر او همیشه در اینجا اختلافات از سر گوشت گاو صادراتش، اختلافات از سر چوب صادرات از بعضی وقتا مناسباتشان خراب میشن. یعنی ایتر یک دیدگاه هیچ کشور دیگر نداره بجز از پاکستان. بعضی پاکستانی ها افغانستان صوبه پنجم خود میدانن، بعضی هایشان دریای آمور سرحد خود میدانن و بعضی هایشان عمق استراتژیک میدانن افغانستان ها. دیگه به او خاطر رژیم های ما را، حکومت های ما را، اردو های ما را، ارتش های ما را در 50 سال گذشته، 45 سال گذشته که دست بالا امی مجاهدین دادن، اولین کسایی که رفتن دست بالا دادن برای پاکستان آقای حکمتیار بود، آقای مولای خالص بود، آقای احمدشاه مسعود بود، آقای ربانی بود که اولین مهاجرین سیاسی بودن. اینا بودن که اعضاب در پاکستان تشکیل دادن تحت رهبری همون مقامات پاکستانی که دوه خالصای مقامات میگفتن و تمام نقشه بر از ایران دیگه. اینا عادت کردن، اینا بر اعظمی عادت کردن که تصمیم افغانستان باید در اونجا گرفته شود و وقتی که افغانستان یک حکومت مستقل می داشته باشه این سرنگون می سازنشه. و دوم دیگه که همیشه برای حکومت های افغانستان اینا یک بدیل دارن. در وقت خلقی ها مثلا بدیل مجاهدین بود، باز بعد از او وقتی که مجاهدین سر کار آمد آقای حکمتیار و کتی طالبا یک جای اینا او حکومت تخریب میکردن، باز بالاخره حالا که طالبا آمده داعش
آیست آیست اونا رشد میتن تا ای که یک بدیل باید در اینجا باشه و این نظام ها باید سرنگون شود. درست. برنامه شو نیست. درست. ولی در حال حاضر که چون امارت اسلامی در افغانستان حاکمیت میکنه و حتی جهان خودش میگه که امارت اسلامی تنها حکومت است که حداقل تمامی جغرافی افغانستان در دست داره، این بر پاکستان آزاردهنده است؟ کاملا ببینید، پاکستان ای خو یک حقیقت است که تمام امی احزاب در پاکستان تشکیل شده. از قسمی که من گفتم، از سال 1964 وقتی که اولین امی 20 نفر محصل که نامشون پیشتر گرفتم اینا رفتن در پاکستان، احزاب ایجاد شد. طالبان نوزاد شده پاکستان ایجاد شده در حقیقت، در آقای محمد عمر اونا در قندار بودن بس. اما پسان تسلیحات خود از اونجا گرفتن. تشکر. افراد از مدرسه های پاکستانی آمد که یک تعدادش افغان بوده. فرصت تمام است آقای فروزان. فرصت تمام است، بسیار زیاد افهم میخواییم. ممنون هستم آقای فروزان که از کانادا با ما فرصت گذاشتید. ممنون.